بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعیم که قرار شد ما بحث بکنیم موضوع بسیار مهم مهدویت در قرآن کریم هست. خب اگر موافق باشید ما اولین آیه را یه نگاهی بکنیم، یه مروری داشته باشیم. اولین آیه در سوره مبارکه بقره هست، همون اولین آیات سوره مبارکه بقره که همه خوندیم، همه میدونیم، همه شنیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این آیات اول سوره مبارکه بقره است که همه شنیدیم. این کتابی است که لا ریب فیش، در اون شکی نیست، هدایت است برای متقین، نه برای همه. یعنی شرط هدایت شدن توسط قرآن کریم تقواست، حالا با معانی خاص خودش که دارد. بعد از این ویژگی که در مورد مؤمنین ذکر شده که تقوا دارند، بلافاصله فرموده اصلی ترین ویژگی مؤمنین الذین یؤمنون بالغیب، کسانی ایمان به غیب میارن. که جالب اینجا بود که در اون سخن اون آقای نادان که عرض کردم من الان اتفاقی مروری میکردیم و اینا چی میگن، رسیدیم به این دومین نکته منفی در مورد اسلام رو همین اشاره میکنه که ببینید اینا هم عرض شود که کتابشون رو میگن شک درش نیست، غیر علمیه، و هم اینی که ویژگی مؤمنین به این دین و مکتب رو میگن اینه که ایمان به غیب میارن. از منظر اون آقا که الان اون شخص مهم نیست، برای ما این جریان مهمه که چجوری فکر میکنن اینها، این فرهنگی که اینگونه فکر میکنه برای ما مهمه که ایمان به غیب رو یک ضد ارزش میدونه، بد میدونه. چرا؟ برای که در فرهنگ اینا متعلق ایمان، که ایمان هم نمیگن بهش، یعنی به اصطلاح متعلق علم رو فقط عالم شهاده میگن. میگن اونجایی که شما یک، چون نقطه مقابل غیب شهاده است، غیب شهاده، غیب مشهود. اینا میگن کار علم فقط توجه به شهاده است، توجه به مشهوده. اگر چیزی مشهود بود شهاده بود، این متعلق علمه. و در غیر این صورت یعنی چه که کسی ایمان به غیب داره؟ یعنی یه چیزی مشهود نیست، شهاده نیست، ولی شخص بهش اعتقاد داره، و نه فقط اعتقاد دارد بلکه ایمان دارد. که حالا خود این یک بحث بسیار عجیبی است، چون ایمان یعنی اون اعتقادی و اون علمی که در او ذره تردید نیست، به گونه اعتقاد به یک چیزی است که کاملا شخص مطمئنه، اطمینان داره. ایمان به غیب، حالا ایمان به غیب چرا ارزش بسیار بزرگی است؟ حالا عرض میکنم این، حالا بعدا انشاءالله در جلسات بعد باز ادامه میدیم. حالا اجمالا من این حدیث امام صادق علیه السلام عرض بکنم، بعد انشاءالله در جلسات بعد بیشتر بحث خواهیم کرد که اجمالا این فرمایش امام رو ببینید شما از شیخ صدوق، عرشبت که در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین، کمال الدین میگن اکمال الدین هم میاد، کتاب های بسیار معروف حدیثیه از شیخ صدوق هست که کل کتاب هم حدیث مربوط به مهدویت به امام زمان از جلال فرج الشریف هست. شخصی به نام یحیی بن ابوالقاسم میگوید، این بار روایت شیخ صدوق با اسناد سندهای ایشون که معتبرترین سندها هم هست، یحیی بن ابوالقاسم میگوید قال سألت الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل. این شخص میگوید که
من از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه سوال کردم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، که آقا جان یعنی چی؟ معناش چیه؟ امام علیه السلام فرمودن فقال المتقون شیعه علی علیه السلام، اولا متقون یا متقین که به واسطه قرآن هدایت میگیرن شیعه علی ابن ابی طالبند. حالا با معنای گسترده و وسیع خودش، یعنی هر کس که در مجموع در ذل و ذیل ولایت علی ابن ابی طالب قرار میگیرد، هر کس که در اردوگاه اهل بیت است، ولو این که ممکنه حتی ظاهرا هم خیلی خودش متوجه نباشه که مثل مستضعفین عالم مثلا که در اردوگاه ولایت هستن ولی فعلا خیلی واقف نیستن به این امر، چون شیعه امیرالمومنین دامنه خیلی وسیع رو در بر میگیره. بهترینشون اونایی هستند که میدانند تابع چه کسی هستند، آگاهند در تولیشون نسبت به امیرالمومنین و ولایتشون، اینا بهترینند. اولا متقین شیعان امیرالمومنینند، یعنی غیر اهل ولایت نمیتواند متقی باشد، این نکته. بعد میفرماید به این که حالا غیب چیه؟ والغیب فهو الحجة الغائب، اللهم صل على محمد و آل محمد. اجل فرج. غیب حجت غائب است، غائب، اینجا کلمه غائب آمده، غیب حجتی است که الان غایبه، انظار ظاهرا نمیبیندش. ایمان به غیب اینجاست. حالا درست است که طبعا برای غیب مصادیق مختلف ذکر شده، مثل خود ذات احدیت، مثلا ذات احدیت غیبه، ذاتش غیب الغیوبه. آخرت الان برای ما غیبه، یعنی با چشم ظاهریمون نمیبینیمش، بهشت و جهنم رو، صراط رو. ولی نکته جالب اینجاست که وجود مقدس امام صادق در بین این مصادیق عالم غیب، که خدا، که آخرت، اشاره به امام زمان کردند، اشاره به امامی که از انظار غایب میشوند، این رو مستاق اعظم اتم و اکمل ایمان به غیب گرفتند، که خود این جای بحث خاص خودش رو داره، که انشاءالله تعالی ما در جلسات آینده اگر خدا بخواهد و توفیقی باشد و زنده باشیم، یه مدار پیرامون این مسائل بحث خواهیم کرد در مورد ایمان به غیب، که اصلا این جریان ایمان به غیب چه جریانی، اصلا ایمان چه جریانیه، چه فرایندیه، آیا ایمان فقط علم است یا فقط عمل است یا علمیست همراه با عمل، هستیست همراه با باید، و اگر این گونه است ایمان به غیب چه نقشی رو ایفا میکنه، چه کار میکنه، از جمله در رابطه با موضوع امام زمان، حجت غایب، ایمان به ایشان در حالی که در غیب هستند چه میکند، چه نقشی رو در فرایند ظهور حضرت ایفا می کند، که این رو انشاءالله تعالی در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. امیدواریم این مقدار برای این جلسه کافی باشد. انشاءالله خداوند قلب ما رو به نور قرآن کریم، نور معارف اهل بیت، نور امام زمان هرچی بیشتر روشن و منور بفرماید. خداوند عقل و معرفت بشریت رو افزون بگرداند. خداوند بیداری و فرج کل بشریت رو نزدیک و نزدیکتر بفرماید.